یو گایز اند گلز، خوش اومدید به یه ویدیو یوتیوب دیگه از اوریکا. این ویدیو ذره فرق میکنه بچه، به خاطر اینکه حالا برای کسایی که تقریبا یک سال و نیم منو میشناسن، دو سال منو میشناسن، یا 6 ماه منو میشناسن، یا 3 ماه منو میشناسن، یا 2 روزه، نمیدونم کمتر از چند ساعته، یا در آینده منو فالو کردن، یا چه میدونم، یا در گذشته منو فالو کردن ولی سوار ماشین زمان شدن و ویدیوی منو سیو بردن تو گذشته دارن میبینن. خلاصه سلام به همتون، خوش اومدید به این ویدیو. شده مثلا این دنیا تمام شده، تو یه دنیای دیگه دارید ویدیوی منو نگاه میکنید، نمیدونم. خلاصه سلام. این ویدیو بچه درباره حرفی که من همیشه میزنم آخر استریمم میزنم که دنبال آرزوهاتون باشین، داستانا به هدفتون برسیم. همیشه درباره هدف صحبت کردم. من دفعه میخوام درباره مسیر راه صحبت کنم. اوکی، راهی که میخوایم برسیم به هدفتون. و کسی که به بقیه یه حرف میزنه باید خودش عمل کنه به حرفاش دیگه. اونجوری که نمیشه. من یه چیزی بهتون میگم، باید خودم به اون حرفی که میزنم ایمان داشته باشم. این دربتون. خواهم درباره این صحبت کنم که بچه من مسیر از کجا شروع کردم، راه خودم. خب من همیشه دوست داشتم استریمر موفق باشم، رویام بود و حالا نمیدونم برسم بهش یا نه، ولی دارم از مسیرش لذت میبرم و این خیلی مهمه، چون شما وقتی برسید به هدف، دو روز بعد از اینکه رسیدین به هدفتون یادتون میره، ولی وقتی بدونید که تو مسیرید و دارید میرسید به هدفتون و به خودتون ایمان دارین، لحظه لحظهش برستون لذت بخش، از مسیر لذت ببرید. خب بچه من این روم تور یا چیزی نیست، من میخوام یه صحبتهایی با تون بکنم، برام مهمه. من استریم از این شروع کردم، لپتاپی که اینجاست الان، من چت رو با این لپتاپ میخونم با زرین پالو و از پوینت هایی که میدینو دقیقا همین ستاپ، این لپتاپ، این موس و مهمترین بخش این وبکم که میخوام الان دربارش صحبت کنم. خب درسته موس خیلی خوبیه، اون موقع هم خیلی موس خوبی بود، G502 اسپکتروم DPI 1200، ولی ببخشید اونجا یه ذره بهم ریخته است، من معذرت میخوام. من همیشه پولمو جمع کردم بچه، بهترین دیوایس رو خریدم. به شما پیشنهاد میکنم همین کار رو کنید، مهم نیست اون موقع من چقدر پول داشتم. من فکر میکنم اون روز 500 هزار تومن کل دارایی زندگیم بود، ولی 420 هزار تومن شده دارم این موس رو خریدم و هنوز داره کار میکنه. درسته حالا زیرش با چسب موندیم، حالا هرچی، صحبت موس نیست، صحبت اینه که بچه من اون موقع که کارم شروع کردم، خیلی از استریمرها چه سر سطح جهانی چه در سطح کامیونیتی خودمون از من جلوتر بودن تو داشتن ویور، تو داشتن کامیونیتی، تو داشتن تجهیزات. امروز میخوام در مورد تجهیزات صحبت کنم، تو همه چی. و من میشه سوال دیگه گیباب کنم، فلانی فلان دستگاه رو داره، فلانی نداره، چرا من چقدر باید بودم برسم بهش؟ مهم نیستش که طرف چقدر ازتون جلوتره، شما اصلا نباید به اون نگاه کنید، شما به تنها کسی که باید نگاه کنید و باش رقابت کنید کسیه که توی آینه میبینید. اوکی، نه هیچ کسی دیگه. اون موقع بهترین چیزی که من میتونستم داشته باشم همین بود و باهاش سعی کردم بهترین کانتنتی که میتونم رو ارائه بدم، متفاوت ترین کانتنت، جدید ترین کانتنت. سعی میکنم با همون وبکم کوچولویی که دارم اون بالا که فوق العاده افتضاحه، ولی خب اون موقع بهترین چیزی که من داشتم بهترین ارتباط با ویورم برقرار کنم، بهترین انرژی رو بهش بدم. سعی میکنم با همین لپتاپ بهترین ویدئویی که میتونم واسه یوتیوب بسازم، که اون موقع الان تو یوتیوب استریم میکردم انگلیسی بود و تونستم با اولین پولی که از یوتیوب درآوردم که جف داشتش، بهش گفتم یه دونه SSD برام بگیر حدود 3 سال پیش و یه SSD برام خرید، فرستاد از ایتالیا و 4 ماه بعد رسید ایران. قرار بود یه ماه بعد برسه، 4 ماه بعد رسید، چون اشتباهی رفته بود تو یه دهات تو کشور السالوادور، نمیدونم کجا، اصلا یه داستانی داره رو میگم بعدا، داستانش واسه یه روز دیگه. و من با اولین پولی که از یوتیوب درآوردم HDD اینو کردم SSD،
ببخشید HDD اینو کردم SSD مسئولت خواهی چشتیم که کارم سریعتر بشه، سریعتر سیستم بیاد بالا، سریعتر مپ رندر شه. تو فورتنایت با همین تمرین میکردم، با همین ویدیو درست میکردم واسه یوتیوب، اینستاگرام با همین استریم میکردم و بهترین انرژی میذاشتم واسه ویورم و پولی هم اگه از این کار به دست میوردم همین آپگرید میکردم و سعی میکردم کارم پیش بره. بعد رفتیم آپارات 20-28 روزی و بعد رفتیم تویچ. وقتی رفتیم تویچ حالا اومدیم تو کامیته ایران و زرین پال دونیت کردن، بچه دمشون گرم حمایت کردن و با اولین پولی که با اولین 1200 که از زرین پال به دستم اومد این وبکم گرفتم. اوکی C922 یکی از بهترین وبکم های بازاره، هنوزم بهترین، فکر کنم یکی از بهترین وبکم های بازاره به نظر من. یه دونه ترایپاد باش میاد که خیلی خوبه، کیفیتش خیلی خوبه، HD 1080p HD میگیره و 60 فریم 720 فوق العاده است، یعنی بس تازه کاره فوق العاده است. ولی من میگم اون موقع به جای اینکه 1200 میگیرم و کارم آپگرید میکنم باش برم لواستان چه میدم با بچه جوج بزنیم. اوکی چون الان دوستای من از نظر تفریح اینا کم نمیذاشتم، کلن از نظر مالی بچه هیچ مشکلی نداشتیم تو خانواده، هنوزم نداریم. نمیخوام در مورد چیز صحبت کنم ولی ازتون مثلا فالو دارین الان اعضای شاید خانواده من، ولی من همیشه سعی کردم خودم پولی که دست میارم و بذارم تو کار خودم و خودم رو خودم سرمایه‌گذاری کنم، چون اینجوری برام لذت بخش تره تا از کسی بگیرم. گیرم مثلا یه ضرب و مثلی هست میگه گیرم پدر من فاضل از فضل پدر مرا چاز، دقیقا همین. و اشتباهی که آدم میکنن اینه که فکر میکنن پول رو باید در بیارن و اضافه کنن به خودشون، هی پول در بیارن، هی پول در بیارن. پول مهمه بچه ها، سیاره ما با پول میچرخه، ولی پول سوخته. اوکی شما اینو میگیرید به عنوان سوخت استفاده میکنید و کارتون رو بهتر میکنید. و این وبکم هنوز الان هند کم منه، کوکو کمه. آره اما یه مشکل دیگه ای که بچه ها میکنن اینه که گریوی حرف خیلی قشنگی میزنه، میگه که نه فالوش دارین یا نه حتما برین فالو کنین گریوی و فوق العاده است حرفاش، من خیلی دیدگاه نظرش رو دوست دارم. میگه که دو جور شما میتونین بلندترین ساختمون توی شهر رو بسازید. یک که آسان‌ترین کاره و راحت ترین کاره و کار درستیه، این که خیلی راحت باز بلندترین ساختمون شهر رو بسازید. گزینه دوم چیه که راه سخت و نادرستیه، این که بقیه خونه ها رو خراب کنید و آخرین خونه که میمونه بمونه خونه خودتون که بشه بلندترین خونه شهر. منظور این حرف چیه؟ منظورش اینه که شما میتونین به خودتون فکر کنین، پیشرفت خودتون رو بیشتر کنین، خودتون رو قوی تر کنید، یا این که بقیه رو خراب کنید، زیر بقیه بکشید، که این کار شدنی نیست، چون یه وقت می‌خواید به پست یه نفر دیگه که خونش خراب نمیشه، زورتون نمیرسه خونه رو خراب کنید، اون وقته که کلاتون پس معرکه است. همیشه سعی کنید اگه هر کاری هستین، حالا چه می‌خواید استریمر شین، چه می‌خواید بهترین راننده مثلا فرمول 1 شین، سعی کنید پیس رو تو سایتین دور بزنید، نه اینکه به لاستیک تایر رقیبتون رو سوراخ کنید که اون نتونه بزنه. اوکی و دوباره این اون موقع واسه من این بهترین وبکم بود، شاید باز میگم بقیه بهترین وبکم رو داشتن یا بهترین دوربینا رو داشتن. اصلا اون موقع که من وبکم رو گرفتم خیلی از بچه ها DSLR داشتن یا هر دوربین دیگه، ولی خب من سعی کردم این بهترین وبکمی بود که میتونم بگیرم و با این کلی کار کردم.
هنوز دارم کلی کار میکنم و سعی کنم باز بهترین انرژی رو بذارم واسه کارم، بیشتر کانتنتی که میتونم رو تولید کنم و خودم مقایسه کنم، برم تو انالیستیکای تویچ ببینم اوکی 50 تا اوریج ویو من از ماه پیش بهتره، ماه بعد بیام چک کنم اوکی 100 تا اوریج ویو من از ماه پیش بیشتره، اوکی ماه بعد چک کنم 300 تا اوریج ویو من از ماه پیش بیشتره، این ماه مکس ویو من مثلا 900 بوده، ماه بعد 1200 بوده، ماه بعد 1500 بوده، ماه بعد 1700 بوده، ماه بعد 3500 بوده. خودم با خودم مقایسه کنم، نه با هیچ کس دیگه ای. یوتیوبمو چک کنم اوکی یوتیوب من هنوز ضعیفه ولی نسبت ماه پیش شاید مثلا چه میدونم 200% رفته رو ویوش، شاید 300% رفته روی درآمدزایش. خودم رو با خودم مقایسه کنم ببینم خودم دارم به اندازه کافی افورت میذارم تو این کار یا نه، و خودم رو خودم سرمایه گذاری کنم. اگه خودم رو خودم سرمایه گذاری نکنم هیچ کسی این کارو نمیکنه. وقتی خودم قابل ندونم که روی خودم سرمایه گذاری نکنم، پس کی میخواد بیاد منو قابل بدونه؟ خودم به خودم احترام بذارم، به ویورم، به کارم، به هرچی، حالا هر کاری که میخواید بکنید. این حالا ویوری که من میگم مثلا چه میدونم میشه شاید مشتری واسه کسی که بخواد طلا فروشی بزنه. و تلاشم رو کردیم بچه ها، حالا خیلی چیز داریم وسط آپگرید کردیم، ولی از اینجا که من دیشب به یکی از چیزهایی که رسیدم که واقعا آرزوشو داشتم زمان که تو کارم داشته باشم، این ویدیو رو ساختم. حالا نه از نظر متریالیسم دارم به قضیه نگاه میکنم، از نظر روحانی و معنویش دارم نگاه میکنم، از نظر روحیش و روحیهی که به هم داد دارم به این قضیه نگاه میکنم. چون متریال باید چیچه ارزشی نداره، اوکی 100 سالیه میمیریم و این میراثی که میذاریم که ارزش داره، کارا که کردیم، خودمون از خودمون راضی هستیم یا نه، بقیه از همون راضی هستن یا نه. تلاشمون رو کردیم، دم بچه گرم، دم چت گرم، حمایت کرد، دم تک تک کسی که داریم ویدیو رو میبینیم، چه حال تر آینده چه در گذشت. و دیروز رسیدیم به این بهترین دوربین DSLR بازار نیست 100% و شاید خیلی باز دوربین بهتری داشته باشن نسبت به این، ولی برای من مهم نیست. چیزی که اصلا مهمه اینه که تونستم تو یه سال و نیم، دو سال میکنم گیده شده، دو سال از وبکم اون لپتاپ تلاش کنم، از مسیر لذت ببرم و به خودم ایمان داشته باشم و به قول معروف keep moving on کنم و برسم به این و تقریبا با تلاش خودم باشه، نه اینکه از کسی کمک بگیرم. ببینم خودم با تعداد یونیتی که دارم چیکار کردم، نه اینکه یکی بهم 800 یونیت بده بهش بگی برو فلان جا رو بگیر، نه مثلا دارین ریسک بازی میکنین، نمیدونم مثلا یکی بهتون 300 تا یونیت میده میگه به یه یونیت اینجا حمله کن، خب 100% شما میبرین، ولی اگه یه یونیت داشته باشی و جلوی 300 تا دووم میبری و بتونید بسازین خیلی ارزش بیشتری داره. من از اول کارم عاشق این بودم که تصویر وبکمی که میدم یک یه دونه هندکم داشته باشم، میدونم وبکم یه فیس کم داشته باشم و فیس کم همجوری باشه که پشت بلار باشه، تصویر خودم فوق العاده شارپ و قشنگ باشه که ویور لذت ببره، ولی خب نمیتونستم اینو داشته باشم اول کار. چرا؟ چون هم بودجهشو نداشتم، هم مطمئن نبودم از اینکه به موفقیت میرسم یا نه، نمیتونستم بخرمش اوکی، ولی ایمان داشتم که اگه افورت کنم، ادامه بدم به راهم، تلاش کنم واسش، حتما بهش میرسم، چون چیزی به عنوان نرسیدن نداره. یا یکی یه چیزی رو میخواد بهش میرسه، واقعا میخواد بهش میرسه، یا اینکه نمیخوادش، اینکه بگی من فلان چیزو میخوام ولی واسش تلاش نکنی، اینکه تو اون چیزو نمیخوای، ولی اگه بگی فلان چیزو میخوام و براش تلاش کنی 100% بهش میرسی، امکان نداره بهش نرسی. تو حتی تشنه‌ت هم باشه، تو وسط اتاق نشسته باشی تشنه، تو ازت جمع نکنی نری توی آشپزخونه، در یخچال رو وا نکنی، آب و چه میدونم پارچه نریزی تو لیوان نخوری، تشنگی برطرف نمیشه. میگن فلان چیز مثل آب خوردنه، نه آب خوردنه باید افورت بذاری پشتش. و خیلی خوشحالم
که از نظر حالا روحی تونستم برسم به همچین چیزی، فوق العاده انگیزه داد و کل لذت بردم از مسیر این دو سال. درسته ما هنوز به هدف اون نرسیدیم، خیلی باید به جای بزرگتری فکر کنیم، ولی کلی انگیزه گرفتم و میخواستم اینو باهاتون به اشتراک بذارم و بهتون بگم هیچ وقت گیو آپ نکنید بویس، هیچ وقت. بارها شده من تو این مسیر خواستم گیو آپ کنم، ولی مهم نیست چند بار خوردم زمین، مهم اینه که هر دفعه بلند شدم، مهم نیست چند بار سنگ انداختن تو مسیرم، مهم اینه هر دفعه بلند شدم. و ازتون خواهش میکنم اگه چیزی رو دوست دارید، مهم نیست چقدر شرایط، معذرت میخوام، تخمیه، چون تخمی تر از شرایط من خیلی کم پیش میاد کسی داشته باشه. هر کس به اندازه یه تحملی که داره خدا بهش سختی میده. اوکی بچه ها، امکان نداره کسی سختی نکشه. بعضی وقتا هست پیروزی یه نفر رو میبینیم، اصلا جامعه ملت اروپا رو دارین نگاه میکنید و با خودتون میگین فعلا یه بازیکن بد بازی میکنه و میگین اگه من جاش بودم این کار رو میکردم، خواهد تو سرش. نه، تو جاش نیستی، اون آلردی رسیده به 30 بازیکنی که با نیمکت ذخیره دارم حساب میکنم، به 30 بازیکنی که رسیدن به فینال جام ملت‌های اروپا، اون آلردی خودش رو ثابت کرده و اشکال نداره اگه اشتباه کنه، به خودش مربوطه. اوکی، اون آلردی جزء به 30 بهترینه، تو نمیتونی اونو جاج کنی. پس وقتا نینجا رو نگاه میکنید میگید فلانی سفیده، هیچی بارش نیست. نه، نینجا با اندازه کافی افورت گذاشته، شما پشت صحنه رو هیچ وقت نمیبینید که یارو هر روز داره 6 ساعت 4 ساعت استریم میکنه، هر روز داره یوتیوب ویدیو میذاره، هر روز داره اینستاگرام ویدیو میذاره، هر روز داره تیک تاک ویدیو میذاره، هر روز داره توییتر کلیپ میذاره. شما اینو نمیبینید. اوکی، شما فقط موفقیت طرفو میبینید، اون شما زنبور عسل رو نمی‌بینین که صبح تا شب داره عز میده از دست این پرنده فرار کن، اون پرنده شهد این گلو پیدا کن، اون گلو پیدا کن، بکش بیرون، خودتو تمیز کن، اجازه بدن بری توی کندوی عسل، بعد عز بدت اونجا عسل یه قطره تولید کن. اوکی، شما فقط محصول اصلی رو می‌بینین که عسل تولید شده، شیرینی اونو می‌چشین. سخته بچه‌ها. اوکی، واسه همینه 99% آدم‌ها نمیتونن و کل ثروت دنیا دست 1% از آدم هاست. سخت راه. اگه واقعا چیزی رو میخواین باید براش تو این دنیا بجنگین و اینه که قشنگش میکنه. من نمیخوام بگم مثلا چه میدونم آخوندی چیزی، هم این فازه رو نمیخوام بردارم، ولی خیلی خوبه قرآن رو بخونید به فارسی، به زبان مادریتون هرچی که هست، ترجمه درستش برین بخونید و توش گفته که اگه جایز بود همه از همون اول بی نیاز تو این دنیا آفریده می شدن، ولی یه پوینتی داشته که ما بعضیا فقیر میشن و بعضیا ثروتمند. این باز همینه، ما اشرف مخلوقاتیم بچه ها، ما زندگیمون دست خودمونه. شما هیچ کس به غیر از شما، حتی خدا نمیتونه تصمیم بگیره شما چی میشید. شما اگه آدم خوبی تصمیم بگیرید آدم خوبی بشین، خدا ازتون حمایت میکنه. شما اگه بخواید آدم بدی باشین، خدا بازم ازتون حمایت میکنه. جالب بشین اینجاست، ولی دیگه خودتون خواستین که به تو لجن. اوکی، من نمیتونم کسی رو شاه، اگه من شاه باشم نمیتونم وادار کنم کسی رو شاه باشه به جای من، چون خودش شاید نخواد، ولی اگه کسی بخواد میتونه بیاد تاج شاهی از من بگیره. خودتون باید بخواید. این بود حرفای امروز من، امیدوارم نمیدونم یه ذره بهتون حس خوب داده باشم، چون حس خودم خیلی دارم خوبه. دوست داشتم اینو باهاتون به اشتراک بذارم، چون به عنوان استریمر این باور رو دارم که استریم فقط بازی نشون دادن و تفریح نشون دادن نیست. چرا اون کارا رو من به نحو احسن سعی میکنم انجام بدم، تو هر بازی که میرم بهترین باشم، در حد بهترین باشم و تا جایی که میتونم فان کنم بازی واسه شما، ولی از اینکه آموزش پرورش ما ریده
میخوام یه چیزی بهتون یاد بدم. اوکی. به عنوان برادرت، بزرگتر، کوچیکتر، به عنوان هر چی که من در نظر میگیرید. و ببخشید این ویدیو شاید یه ذره جو رویش سنگین بود یا هر چی سبک بود، نمیدونم. شاید ادیتی روش نداشت. ولی آره. دوست داشتید ساب کنید، لایک کنید، دوست نداشتید دیسلایک کنید، دوست داشتید کامنت بذارید، همه کامنت ها رو میخونم و درسته به همشون ریسپاند نشونه بدم ولی تک تکشون رو میخونم، مثل چت، درسته جواب به همه چت رو نمیدم ولی تک تکشون رو میبینم. مرسی که هستین و مرسی که تو این دو سال حمایت کردید، یا بس مرسی واسه کسی که دارن تو آینده این ویدیو رو ببینن، مرسی واسه حمایتت. همیشه بجنگید بچه‌ها، شما اومدین اینجا که بجنگید، ما تو خونمونه جنگیدن، ما از اون اول اولش جنگیدیم، از اون اول اولش به ما حسادت شده توسط ابلیس. شما بهترینین، پس بس بهتر بودن بجنگید، چون خدا بهتون ایمان داره. این بزرگترین چیزی که میتونم بهتون بگم، خدا وایسته جلوی کل فرشته‌ها. وقتی فرشته‌ها گفتن میخوای انسانی بیافرینی که قراره فساد کنه، داستان کنه، و خدا آفریدگار کل جهان، کسی که وجودش از خودشه، جلوی همه وایستاد و گفتش که من به این موجود ایمان دارم، چیزی که من میدونم و شما نمیدونید. اوکی؟ به خودتون ایمان داشته باشید. مرسی که ویدیو رو دیدین و تو ویدیو فردا میبینمتون، شبم تو استریم میبینمتون. ماموریتتون، آرزواتون تو این دنیا. Hunting your dreams, son and daughter. فعلاً.